وقایع اخیر اصفهان به ما نشون داد که حکومت استبدادی و سیستم های استبدادی و دیکتاتوری قابل اصلاح نیستند. اینا نمیشه اصلاح کرد. یه حکومت، مخصوصا یه حکومت مذهبی را، یه حکومت دینی را که خودش نماینده خدا میدونه، احکامش را احکام الهی میدونه، که این را نمیشه اصلاح کرد. شما چی رو میخوای اصلاح کنی؟ بیای بگی آقا مردم را در قرن 21 نباید شلاق زد، این توهین به کرامت یک انسانه که بخوابونی شلاقش بزنی، حیوان را الان در اروپا شلاق بزنی یخت میگیرن میندازن زندان. میگن نه دیگه، این از جانب خداست، این قوانین قوانین الهیه. شما مخالف قوانین الهی هستی؟ اگر هم بگی مخالفم که میگیرن گردن تو میزنن. اینه که این را شما چجور میخوای اصلاح کنی؟ این را شما میخوای به چه طریقی؟ اگر اصلاحش کنی قوانین قصاص را مثلا برداری، که دیگه این حکومت اسلامی نیست. ما دیکتاتوری شاه را هم داشتیم، اون رژیم هم دزبازار بود و اون رژیم هم نمیدونم وانتخاری بود و اون رژیم هم آقازاده بازی بود و، ولی نه به شدت الان. اونا افراد عادی بودن، مذهبی نبودن، نمایندگان خدا نبودن. دیکتاتوری بود که متوهم بود و میگفت هرچی من میگم درسته. اونم آخراش یه عده میگفتن که باید اصلاح کرد رژیم را، مثلا اون قطبی و اینا، مثلا دایی فقه، اینا خواهان این بودن که بتونن سیستم را اصلاح کنند. ولی سیستم اصلاح پذیر نبود. یه سیستم دیکتاتوری را نمیشه اصلاح کرد. شاه آمد برای اینکه کاری انجام داده شد، دهن مردم رو ببنده، نخست وزیر 13 ساله شاه دستگیر کرد، انداخت زندان. طبق قانون مشروطیت نخست وزیر همه کاره مملکت بباید باشه. ولی حویدا بیچاره در طی این 13 سال فقط هرچی بهش میگفتن گوش میکرد و میبود مجلس و با یه سری پوفیوز تو مجلس جسته بودن چشم بسته تصویب میکردن. قرارداد کنسرسیوم دوم و علازد مخفیانه رفت با اروپایی ها بست و آمد داد حویدا با قید دو فوریت تصویب کرد. نمایندگان پوفیوز مجلس بعضیش حتی نخونده بودن ببینه چه بود، لایحه چی بود که اینا، یعنی که تصویب شد چی بود، نمیدونستم. اینو دستگیر کرد، آمد رئیس ساواکش، کسی که سالها فرمانده گاردش بود، کسی که سالها رئیس پلیسش بود، نعمت الله نصیری را، گفت این چون خیلی فاصله مردم اینو من دستگیر کنم، میگن این داره دونه درشتا را دستگیر میکنه، گرفت انداختش زندان. وزرا و وکلا و همه را دستگیر کرد، فایده نداشت، چون فساد از هر جا که دست میزدی میرسید به خود این شخص. در کتاب نسل‌کشی ایرانیان یه مطلبی داره راجع به 52 نفر که اموالشون در زمان خلخالی اینا مصادره شد. علت مصادره نوشته تمام اینا شراکت با خاندان پهلوی. اینا اطلاع نداشتن که اون بدبختی که یه کارخونه ای رو انداخته بود و شریک شده بود با خاندان پهلوی، این طور نبود که خاندان پهلوی یه نفرشون یه شازده ای آمده باشه به این شخص بگه بی با هم شراکت کنیم یه کاری را بندازیم. نه، اگر میخواستی کاری را بندازی و میخواستی کارت واحد باشه در گرفتن وام بانکی و نمیدونم مشکلاتی که جلو راه کم بشه، درصدی از سهام را تقدیم میکردی به فلان شازده. بعد دیگه مسیر هموار بود و میرفتی میچاپیدی و میدازیدی و فلان کارخونه دار 500 میلیون سرمایه داشت، 700 میلیون وام میگرفت، یعنی بیش از سرمایهش وام میگرفت، میچاپیدن میبودن. حالا اونم نتونستن، آخرش میشه گفتن پدر جان شما
خودت مقصری و همه تویی. رفت با دکتر صدیقی صحبت کرد که بتونه شاید از مقبولیت اونها استفاده کنه و مردم آروم کنه. اونم بهش گفت آقا دیر شده. اون زمانی که ما به تو گفتیم دخالت نکن گوش ندادی، الان دیگه فایده نداره. الان سیستمی که روکاره سیستم دینیه. اینا خطرناکن. چرا خطرناکن؟ چون مردم اینا را نمایندگان خدا میدونستن و میدونن. مردم از اینا حرف شنوی داشتن و دارن، چون فکر میکنن اینا به قول خودشون لباس پیغمبر پوشتن و رو منبر پیغمبر میرن. اطلاعاتی که مردم از اینها دارن اون اطلاعاتی است که امثال شیخ مفید و شیخ طوسی و کلینی و باقر مجلسی به ما داده. اینا را تبدیل کرده به یک مش قدیس. و به علت اینکه ما خودمونم نرفتیم دنبال اینکه ببینیم اینا کیان و چیان، اینی که اینها سالها دارن میخورن و میچاپن و این مردم بدبخت را با خرافه و گریه و نمیدونم احکام شرع و اینا مشغول داشتن. محمد زمانی که مرد توی منزل عایشه خاکش کردن، عمر و ابوبکر و طرف شونه راستش خاک کردن، عمر و شونه چپش، عثمان و بردنش قبرستان بقی، علی را شبانه بردن خاک کردن، حسن حسین و محمد حنفیه شبانه این شخص رو بردن. ما این ذره نشستیم فکر کنیم آقا چرا یه آدم خوب، یه آدمی که اینها برای ما اینجور توصیفش میکنن که شاعر میگه علی ای همای رحمت، و یکی همای رحمت میدونش، یکی نمیدونم اهل حق میدونشون، یکی عادلترین انسان میدونه، یکی کاملترین میدونه، به ما معرفی کردن اینجوری، چرا این رو باید شبونه برد خاکش کرد؟ الان یه نمونه فعلش، هزاران ایرانی رو الان دارن هر روز میمیرن و خاک میکنن. ولی لاجوردی را زمانی که خاکش کردن 2 متر بتون ریختن رو قبرش که مردم نرن دراره. حالا چرا علی را باید شبانه خاک کرد؟ کسی نه را برای ما نگفت، کسی برای ما نگفت که چرا موقعی که کاروان اسرای کربلا رو می آوردن تو شهرهای مختلف مردم جشن می گرفتن و با سنگ می زدن اینا را. اینا را برای ما کسی شهر نداد. به ما یکی نگفته بود که آقا حکومت دینی یعنی چی؟ قوانین الهی یعنی چی؟ اول انقلاب موقعی که اون بهشتی قانون قصاص را مطرح کرد، مردم یک نفر نمیدونست جریان چیه، به جزئیات حقوقدان و یه سری افراد جبهه ملی که افرادی بودن که تا اندازه آگاهی داشتن به این مسائل. مردم عادی فکر میکردن که قوانین قصاص چون قوانینی است الهی پس نمیتونه نقصی داشته باشه. الان ما داریم میبینیم که آقا این قوانین سرتاپاش نقصه. شما زمانی که یعنی این دین سرتاپاش نقص و مشکله، در این دین اگر کسی مقید به این دین باشه و اعتقاد داشته باشه تبدیل میشه به یه حیوانی که وجدانش نمیفروشه. یعنی اولین چیزی که ازش گرفته میشه در این دین از انسان وجدانه. اون طالبی که میره جلوی مدرسه کودکان میره بم میذاره 70-80 تا بچه را تیکه تیکه میکنه، ازش میپرسن تو عذاب وجدان نداری؟ میگه نه، این پدر مادری نمیرس بفرسته اینا مدرسه که به قول معروف دینی نبوده. خب این یعنی من هیچی ندارم. اون افرادی که میان الان تو اصفهان یارو وای میسته با شاتگان میزنه یارو کور میکنه،
یعنی ذره شرافت و ذره انسانیت نداره، چون اون آخوند بهش گفته تو در راه خدا داری کار میکنی. اینها الان چهره واقعیشون رو دارن نشون میدن که چه حیواناتی هستن. شما ببین در اصفهان آمدن گفتن آقا این کشاورزا، یارو گفت پیاده نظام آمریکا هستن. اگر این حرف درسته که اون آخوند از اون دهن گندیدهش آمد بیرون که این کشاورز بیچاره پیاده نظام آمریکاست، شما ببین حرفای دیگه شون در همین حد و کلاسه. اینی که علی اینجوری بود و حسن و حسین هم جور، اینم در همین حد و کلاسی که این کشاورز پیاده نظام اسلامه. اینی که این جریان که الان اتفاق افتاد چیز خوبی است که یه ده چشماشون نذاره بیشتر باز کنه. دین یه چیزی خصوصی باید باشه که اگر کسی هم اعتقادی داره در منزلش، نه اینکه اسباب دست این جوسونه های فساد بشیم. اصفهان همیشه یکی از جاهای خیلی مهمی بود که از آخونده حمایت میکرد، جایی که میخواستن سرکوب کنن از مثلا فلان شهر از اصفهان میبودن نیرو، چون واقعا پایگاه مذهبی قوی داشتن آخونده در اصفهان. ولی اهالی اصفهان الان باید ببینن که با کیا هستن طرفن، این افراد چه حیواناتی هستن، این دین چه موجوداتی پرورش میده. نمونهش الان شما تو استکهلم حمید نوری رو داری میبینی، وقتی که جنایت کرده زنش آمده تو دادگاه، پسرش نشستن بدون اینکه ذره خجالت بکشن. یکی از این شاکیا یه دختری بود، یه خانمی بود، الان میگفت یه روز آمد تو بند ما یه دختر کلدی رو بعدش برد و از دو سه ساعت آورد، دختره بیچاره گریه میکرد و هی میرفت حموم خودشو میشست، بهش تجاوز کرده بود. میگفت دختر از خودش کراهت داشت، هی میامد خودشو حمام میرفت، آخرم خودکشی کرد. خب یه همچی حیوانی الان نشسته اینجا، شما ببین دفاع میکنه از این سیستم، یعنی هیچ شرافت و وجود، یعنی این همه آدم بکشی بعد بیای بشین اینجا دادگاه و هیچ عذاب وجدانی هم نداشته باشی. فکرم نکنی که کاری که من کردم اصلا در دنیای دیگه یا نا. الان هم میبینم توهین میکنه به ملت، میاد میگه اصلا اینا زندان نبودن، باید بریم تحقیق کنیم ببینیم که اصلا اینا بودن، پدر مادر داشتن. بیشرف غیر مستقیم داره توهین میکنه که مردم یعنی بی پدر مادر هم نکرد از من شکایت کردن. یعنی این انقدر بی شرفه که الانی هم که تو دادگاه نشوندنش به این جرائم بازم داره بی شرفی میکنه. دیدم داشت میگفتش که در اسلام ما به کسی را کار نداریم، فقط کسی مسلحانه علیه ما باشه ما اون را نابودش میکنیم، اعدامش میکنیم. آخه پوفیوز شما ترجمه کن برای من کلمه مرتد را. مرتد ربطی به مبارزه مسلحانه نداره، یعنی کسی که از اسلام خارج شه میشه کشتش. شما برای من معنی کن کلمه مشرک را، یعنی کسی که غیر از اللهی که تو میگی به چیزای دیگه اعتقاد داره، به تو چه، اونا رو باید کشت. اینها اینقدر بی شرافت هستن که جز خودشون کسی دیگه اصلا در دنیا به رسمیت نمیشناسن. دارالاسلام دارالحرب، یعنی هر کسی که با ما نیست کثیف و نجس و قابل کشتن. این دین رو اگه کسی ازش پیروی کنه میشه حمید نوری آخرش. شما ببینید الان در تهران برای یه مسیحی را که مرده بگی که آقا میخواد ما جسد اینو ببریم در بهشت زهرا خاک کنیم، میگه نه
این مسیحیه نباید این آه این دیگه یعنی چه؟ خاک خاکه. مگر فرقیه بین یک انسان مسیحی یا انسان یهودی یا انسان نمیدونم زردشتی؟ اینا و اینا اینجور میکنن، دست دسته میکنن مردم ها. این یهودیه، اون مشرک، اون فلان، اون همه هم باید کشت، همه هم باید شلاق زد. پوفیوز این نوری دیدم داره میگه که نه، بحثی سر چشمبند بود که آیا چشمبند میشه از زیرش دید یا نه. یکی نیست بهش بگه آخه پوفیوز همون عمل بس زدن چشمبند به زندانی خودش جنایتیه. یعنی شما خودت میدونی کارت اشتباهه، وگرنه الان چرا پلیسایی که تو سوئد هستن و تو رو میبرن دادگاه میارن با چشمن نیستن؟ تو رو با چشمن نمیارن این برون بر. چون مشکلی نیست براشون، کار درستی دارن انجام میدن، تو هم ببینیشون مشکل نیست. ولی چون تو خودت میدونستی کار جنایته، نمیخواستی اینا ببیننت. خود این کار زدن چشمند نشون دهنده اینه که چه سیستمی هست. میگم شلاق را میشه چون جزء تعذیره. خب تعذیر یعنی شکنجه، یعنی شما کسی که شلاق بزنی اسم شکنجه است. من خودم زندان همین اوین بودیم، بند دو بودیم، طبقه بالا. ما می آوردن پایین بعضی روزهای 20 دقیقه هواخوری می گفتن. اونم می آوردن اولش یه نبر خلیبا می ستاد جلو، شروع می کرد به خوندن خمینی امام، می باید همه بخونن، اگه نمی خوندی می زدن تو سرت. حالا نا کار نداریم. از بالا از پله ها که ما می آمدیم بریم حیات، یه اتاقی بود اون گوشه نشته بود اتاق مسجد، توش پر آدمی بود که چهار دست و پا رو می رفتن. همه اینا رو تعذیر کرده بودن، یارو پا را پانسمان کرده بودن، روی پانسمان زده بودن، خون زده بود بیرون. بعد ما که رد می شدیم از اون جلو دیدیم یکی دوتا بیرون نشونده بودن، چون با چشمن دست و پا پانسمان بیرون جا نبود دیگه تو اتاق مسجد. من به بغل دستی گفتم اوه او این چه شکنجه ای کردنش بچه. یه دفعه پاسداره شنید آمد من گفت شما چی گفتی؟ گفتم آقا این شکنجه کردنش. گفت چرا شایع را میندازی؟ گفتم این که دیگه شایع واقع، شما نمیبینی شما خودت؟ گفت نه این شکنجه نشده، این تعذیر شده. گفتی آقا حالا دیگه اسمشه بذار بلبل. موقعی که کابل بزنی تو کف پای یه نفر یا تو کله یه نفر بزنی یعنی شکنجه. شما آزار به یکی میرسونیش، حالا اسمش رو شما میکنی تعذیر. این چیزی رو عوض نمی کنه. البته نمیشه با اون بحث کنیم ها. جای اون نبود، چون میگرفتن میزدنت، میگرفتن میکشتن، یعنی هیچ هر کاری به دلشون میخواست میتونست انجام میدادن، میتونست انجام بدن. و پوفیوز دیدم داره میگه که این افرادی که الان واشتن جلوی در شعار میدن که 30,000 نفر کشته شده، ببین مجاهد منتظری گفته 4,000 تا، نمیدونم میرج مستاقی گفته 3,800 تا، اون یکی گفته فلان، اینا میگن 30,000 تا. پوفیوز اون 30,000 تا که اونا میگن مربوط به الان نیست، مربوط از اول، از سال دهه 60، از شروع 60 که اون زمانی که 60 و 61 و اینا هزاران نفر اعدام کردن که اون زمان صداش هم در نرمد. این آخری چون یک دفعه در یه مدت کوتاهی 3,000 نفر اعدام کردن و منتظری و آگاه شد و اعتراض کرد، یه ذره اقامت بار، وگرنه اون دهه 60 هم همینجور اتاق پر می شد و خالی می شد. یکی اینجور نبود که اینا یه چیزی رو با اوی می گفت 10 برابر می کنن. نه پدر جان، شما بیشتر از اینها جنایت کردید. حالا منظوره که این یه مسلمانه، این نتیجه اسلامه. اینی که در این فرصتی که داریم یه ذره چشممون رو بیشتر باز کنیم، با مسلمان واقعی آشنا بشیم، گول اینا رو نخوریم.
شما الان ببین یک آیت الله، یک مرجع تقلید، سگ برینه به اون مرجعیت، اینا مرجع یعنی محل ارجاع، محل مراجعه. آخه چه کیس مراجعه کنی که چی؟ مثلا فلان چیز یارو زنگ میزنه که من دیشب نم نصف شب نم غسل شدم نم جنوب شد، اینا سواله، اینا اصلا جواب پیدا نکنه تو جامعه، در پیشرفت جامعه تأثیری داره. اون مسیحی و یا اون دانمارکی و سوئدی و چینی و سنگاپوری که اصلا مرجع تقلید نداره، زندگیش پیش نرفته. حالا این مراجع تقلید یک کدومشون نامه طرف مردم رو بگیره، همشون آخرش چاله. قبلنا گدایی میکردن پیش مردم، بهشون خمس و زکات بدن، مجبور بودن به دهن اونا نگاه کنن. الان خودشون در منبنش هستن، گور پدر، میگن مردم هر چیزی که بخوان میبرن، هر کسی هم بخوان میکشن، و بسیارم قسی القلب تشریف دارن. با اینها نمیشه، نه اینا رو اصلاح کرد، نه با مروت و انسانیت و تمدن و متمدنانه مبارزه کرد. اینا رو باید با پس کردنی کشید پایین و این قوم را به طور کل نابود کرد تو ایران. که اینها فرق میکنن با کشیشایی که در اروپا بودن، اونا در یه مقطعی دیدن که نمیتونن جلو مردم کوتاه آمدن و کشتن کنار، ولی اینا تا آخرش کنار نیامدن. الان میبینی که دیگه هر روز دارن آدم میکشن، اون از آبان و اون از خوزستان و اون از بلوچستان و این از اصفهان، و با اینا دیگه گفتگو و اونم صحبت و اینا فایده نداره. فقط مسلحانه باید نارو کشید. اون الدنگایی هم که الان در رأس قدرتن، اینا باید بدونن، یعنی رژیم بعدی باید تا دو سه ماهی این سیستم قصاص را حفظ کنه. این قانون بسیار عالیه برای اینها. یعنی اون نماینده اصفهان که فرمان میداد مرد زنها را اسید بپاشن تو صورتشون، طبق همون قانون خودشون، همونجور که حسین و کشتن، گفتن آقا خود پدر بزرگت فرموده هر کی بر علیه حکومت وقت قیام کنه واجب القتله، اینا هم طبق قوانین خودشون باید اسید بیاری بپاشید تو صورتش. این الدنگی که الان به این بیمهابایی شلیک میکنه، این شنیده که اگر هم سیستم عوض شه میگن آقا اینا رو میبخشیم. مثل دیدم همین شازده و اینا میگن میبخشیم. روز دیدم آقای مراد ویسی داره برای مردم فرمول بپیچه که بیایید شازده رو بکنیمش، ما همه کار رو شازده بیفته جلو، بعدم این سپاه و اینا رو باید نگیم که ما مثلا میخوایم انتقام بگیریم اینا، وگرنه اینا مقاومت میکنن. نه پدر جان، اینا تو بگی و نگی مقاومت میکنن، اینا رو باید فقط از بین برد. و این شخصی که الان به این راحتی شاتگان میذاره و به چشم این اون تیراندازی میکنه، باید گذاشتش اونجا با شاتگان به صورتش تیراندازی کرد طبق قانون قصاص و شرع انور محمدی. اینا این زبون رو فقط میفهمن. بعدش که این جسومه های فساد رو از بین بردیم، مملکت باید صاحب قوانین این باشه که با تمدن جهانی یکی باشه و بساب در سطحی باشه که لایق و برازنده ملت ایرانه. آبایبور.com